در شهر هیروشیما که در نخستین انفجار اتمی هزاران نفر در آن یک باره به خاک سوزان تبدیل شدند، بمب اتمی به جاذبه گردشگری تبدیل شده. برخی از گردشگرهایی که اینجا در کنار ویرانه‌های اتمی عکس می‌گیرند، بعد از 3 ساعت سیر و سلوک در جهان خیالی نویسنده و کارگردان کریستوفر نولن انگیزه پیدا کردند که اینجا در پارک صلح هیروشیما واقعیت را از نزدیک لمس کنند. در صحنه کلیدی فیلم اوپنهایمر در اوج موفقیت یک باره به عمق فاجعه پی میبرد و همزمان اختیار دستاورد خود را از دست میدهد و تلاشهای او برای منع گسترش تسلیحات اتمی ناکام میماند. سینمای زنجیره‌ای که نسخه ژاپنی اوپنهایمر را نشان میدهد حدود 1 کیلومتر با پارک صلح و یادگارهای بمب اتمی فاصله دارد. این فیلم داستان را از دیدگاه آمریکایی، طرفی که بمب را اختراع کرده، نشان می‌دهد و هیروشیما و ناکازاکی قربانی بودند. اما به نظر من هرچند مخترع بمب یکی از عاملان آن است، ولی او هم خودش یک قربانی است که گیر افتاده در جنگ. پرومته آمریکایی، کتاب غیر داستانی مبنای فیلم اوپنهایمر، در عنوان خود اوپنهایمر را با خدایگان اسطوره‌های یونانی مقایسه می‌کند که با معرفی آتش به نوع بشر، خشم و غضب خدایان را برانگیخت. واقعا ارزش دیدن داشت و من تا آخر با دقت نگاه کردم، اما چند صحنه مرا ناراحت کرد. مثلا محاکمه اوپنهایمر در آمریکا در آخر فیلم. فیلم اوپنهایمر که نزدیک به 2/3 فروش 1 میلیارد دلاری آن از بازارهای خارج از آمریکاست، در ژاپن ابتدا در نیمه آذر ماه سال گذشته به طور محدود اکران شد، اما مورد استقبال قرار نگرفت و اکران سراسری به تعویق افتاد. فیلم خارق العاده است، شایسته جایزه اسکار در آمریکا، اما به نظر می رسد که این فیلم بمب اتم را تحسین می کنه. به عنوان کسی که در هیروشیما ریشه داره، تماشای آن برای من سخت بود. فکر نمی کنم ژاپنی ها برای دیدن این فیلم تلاش ویژه‌ای بکنن. بمب اتمی در سال 1324 شمسی در ژاپن 200,000 قربانی گرفت، ولی به جنگ دوم خاتمه بخشید. به گفته نیک فوشن، استاد فلسفه دانشگاه اموری در آتلانتای آمریکا، ادامه بمباران هوایی و آغاز حمله زمینی به شهرهای ژاپن می توانست جانهای بیشتری را تباه کند.